أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان ارجمند برنامه عارفانم. وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستم که انشاءالله ساعات و لحظاتتان قرین یاد خداوند متعال باشه و در همه عرصه‌های زندگی موفق و کامیاب باشین، و انشاءالله که الطاف و عنایات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام هم شامل حالتان باشه. با همین امید برنامه امروز آغاز میکنیم. امروز انشاءالله موضوعی را که در هفته گذشته تقدیم شما میکردیم در رابطه با اوصاف متقین و در حقیقت شرح خطبه متقین یا خطبه حمام امیرالمومنین علیه السلام پی خواهیم گرفت، و افتخار داریم که در خدمت روحانی ارجمند و فاضل گرانقدر جناب آقای سجادی هستیم. انشاءالله این بحث بسیار ارزشمند که در حقیقت ویژگی های متقین را داریم یاد میگیریم تا انشاءالله تمرین با تقوا شدن بکنیم، در این برنامه در خدمت ایشان خواهیم بود. خدمت شما آقای سجادی در سلام داریم، خیلی خوش آمدید، وقتتان بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتان و یکایک بینندگان عزیز. شروع کنیم صحبت خودمان را با دعای سلامتی آقا صاحب الاصل و الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدای عز و جل را سپاسگزارم که باز هم توفیق شد از طریق این رسانه در خدمت بینندگان عزیز و محترم باشیم با اوصاف متقیان بر اساس بیانات دراربار مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. امیدواریم که خدای عزوجل به حرمت پاکان و نیکان از بندگان خودش به ما هم توفیق متقی بودن را ارزانی بدارد. آمین. از این خطبه مبارکه، حالا اون فرازهایی را که خوانده بودیم و فرازهایی را که به یاری خدای عزوجل از این روز در خدمت باشیم، یک مطلب به دست می آید و او عبارت از اینه که ما این دنیا رو راحتی و سختیش رو خیلی نباید به او اهمیت بدهیم. چنان که در اون جلسات عرض کردیم، نباید روی ما تأثیر گذار باشه، فکر ما رو به خودش مشغول کنه، برای ما ایجاد تشویش و نگرانی کنه. اما روی یک مطلب خیلی باید حساس باشیم و او زندگی ابدی و جهان پس از مرگه، که روی او خیلی باید حساس باشیم و همیشه باید به فکر او باشیم و سعی کنیم طور زندگی کنیم که بهترین سرنوشت را برای زندگی ابدی خودمان رقم بزنیم. بله. آخرین فراز را که در خدمت بینندگان عزیز و شما دوستان بودیم، این جمله مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که فرمودند: نزلت انفسهم منهم فی البلا کالذی نزلت منهم فی الرخا. در حالت آسایش، آرامش، خب طبعا همه یک اعصاب آرام دارن، یک زندگی آرام و نرمال رو سپری میکنن. بله. البته متاسفانه و صد متاسفانه که بعضی از آسودگی و رخا استفاده میکنن برای عصیان و نافرمانی خدای عزوجل، اون حساب جدا، نعمت رو کفران کردن حساب جداست. منتها اصل آسودگی، رخا، آسایش برای اینه که آدم آرام زندگی کنه. دست. یک زندگی نرمال، یک زندگی سنجیده شده. اما انسان‌های متقی کسانی هستند که در شرایط بلا و گرفتاری و سختی باز هم اینا یک زندگی بسیار نرمال دارن، با اعصاب بسیار آرام، یک زندگی خیلی سنجیده شده دارن. یعنی بلا روی اینا تأثیر گذار نیست، گرفتاری ها نمیتونه اینا رو دچار پریشانی و آشفتگی کند. این مطلب رو در رابطه با اینا خوانده بودیم. چرا امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد رضا عن الله بالقضا؟ چون اینا میدانه
هرچی در این عالم محقق می شود بدون قضای الهی نیست. خب این پیش آمد هایی که هست در زندگی آدم یک وقت بلای گرفتاری پیش آمد می کنه از دو حال بیرون نیست، یا این که بالاخره ما هم تقصیری داشتیم، مشکلی داشتیم که این سختی روی داده، اتفاق افتاده، این می شود کفاره ای از گناهان ما. یک وقته که نه، ما نقشی نداشتیم، ما مشکلی نداشتیم، کسان دیگر چنین مشکلی رو ایجاد کردن و انسان مؤمن که در اینجا به زحمت میفتد، به مشقت میفتد، خود این سبب علو درجه برای میشه، چون انسان مؤمن که در غیر از راه رضای خدا در راه دیگه قدم برده میداره. لذا مشکلات هم به یکی از دو نحو برای انسان خدا باور سازنده است. وقتی سازنده است، چرا ما اعصاب راه آرام نداشته باشیم؟ چرا زندگی نرمال نداشته باشیم؟ رضن عن الله بالقضا، این نسبت به این دنیا. اما انسان‌های متقی به قدری نسبت به آخرت خود در اندیشن که امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید فلول الاجال التي كتب الله لهم. ببینید خدا ما را در این دنیا آورده برای هر یکی از ما مدتی مقرر کرد، تا این مدت سپری نشود این روح ما در قفس تن گرفتاره، این روح نمیتواند خودش رو از این قفس رها کند. یک مطلبیه فلول الاجال التي كتب الله لهم، اگر همین عجل نبود که خداوند بر هر یکی نوشته، تا این عجل به سر نرسد این روح زندانی این تن هست، اگر این عجل نبود لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين. انسان های متقی یک چشم به هم زدن روح اینها در این تن باقی نمی‌ماندن. چرا روح اینها در این تن باقی نمی‌ماندن؟ شوقاً الى لقاء الله، شوقاً الى لقاء الله و الثواب. مگر اون چه که پیش روی یک انسان مؤمن و خدا باور است بعد از مرگ چیه؟ لقاء پروردگار و ثواب، پاداش اون چه از نیکی ها در این دنیا انجام دادی، یعنی حاصلات خود رو میبینی. مثلا شما ببینید یک انسانی یک سرزمین خرم و سرسبزی آباد کرده، یک باغستانی را ایجاد کرده، همین باغهای دنیوی، وقتی میخواد بره یک سری به این باغستان خود بزنه چقدر خوشحاله، چقدر خرمه. انسان مؤمن هر گامی که در این دنیا برای رضای خدای عز و جل برداشته، خدا برای او چه در نظر گرفته؟ پاداش هایی که خدا برای این بنده مؤمن خود در نظر میگیرد در برابر اعمال نیک و شایسته او از تصور انسان خارجه. مرگ چیه؟ ملاقات رب رحیم، پروردگار مهربان، و دیدن نتایج خود، نتایج اعمال نیکی که در دنیا انجام داد. لذا این انسان متقی چنان شیفته دیدار خدای عزوجل و دیدن ثمرات و کاشته های خود هست که اگر همین عجل نباشد یک لحظه این روح در این قالب تن آرام نمیگیرد. خوبه اینجا اشاره به یک روایتی هم بکنم، خیلی مطلب عجیبیه. این روایت در رابطه با حالات مؤمنین هست بعد از فراق این دنیا. روح مؤمن وقتی از تن خارج می شود، ملائک مقرب الهی وظیفه دارن این روح رو به عالم بالا ببرن، تا جایی که تعبیر روایت اینه در زیر سایه عرش خدای عزوجل قرار میگیره و خدای عزوجل با روح بنده مؤمن خود سخن میگوید. مطلبی که در روایت اینه، خدای عزوجل به او خطاب میکند بنده من دنیا رو چگونه دیدی؟
عرضه می دارد بار پروردگارا به عزت و جلالت قسم، در تمام مدتی که در دنیا بودم فقط به فکر رضای تو بودم و این که مبادا کار کنم که موجب سخط و نارضایتی تو شود. از احوال دنیا به کلی غافلم. و خدای عز و جل خطاب می کند که صدق عبدی، بنده ای من راست گفت، بنده ای من درست گفت. حالا این یک حالتیه که در اون روایت آمده. اینجا هم امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید اگر همین اجلها، این مدتی که خدا قرار داده این طائر قدسی را پایبند این قفس خاکی نمی کرد، یک لحظه این پرنده در این قفس باقی نمی ماند. چرا؟ شوقا من الثواب، شوقا الى لقاء الله و الثواب، به خاطر اشتیاق به ملاقات خدای عز و جل و ثواب. خدا خیرتان به تجا. تشکر، خیلی مطلب عالی بود و قابل استفاده الحمدلله. انشاءالله در بخش بعدی ادامه فراسره خواهیم شنید از فرماشد از تالی. بینندگان محترم، از شما خوشمند هستم که ما را همراهی بفرمایید. مناجات زیبایی را همکار نظیم آماده نشت دارن که همراه شما میشنیم و استفاده میکنیم. انشاءالله باز میگردیم و پای صحبت آقای سجادی خواهیم نشست. فراسای زیبایی را از مناجات امیر المؤمنین علیه السلام در شبهای جمعه و دعای شریف کمدی شنیدیم. انشاءالله که همه ما به این دعای شریف توجه ویژه داشته باشیم و تلاش کنیم که از معلم تقوا و اسوه و پیشوای متقین امیر المؤمنین علیه السلام چگونه صحبت کردن و طرز مناجات به پروردگار متعال را یاد بگیریم تا انشاءالله در طریق تقوا و بندگی خداوند متعال بهتر عمل بکنیم. در خدمت آقای سجادی بزرگوار هستیم و صحبت ما در رابطه با شرح صفات متقین هست و گرفته از کلام زیبا و دلنشین امیر متقیان علی علیه السلام. در خدمت هستیم آقا. باش میکنم. در رابطه با این تعبیر لقاء خداوند که در این سخن آمده، گرچه الحمدلله مردم ما با واژه های دینی آشنایی دارن، کسانی که با فرهنگ دینی زندگی کردن معنای هر واژه ای را متوجه هستن، حالا باز هم لازمه به خاطر بعضی از جوانها یا نوجوانها یک اشاره بشه که مراد از لقاء الله چیه. ببینید اصلا عالم مظهری خدای عز و جل. خدای عز و جل در عالم تکوین و در عالم تشریع تجلی کرده. خود این عالم هستی یک تجلی از ذات خدای تبارک و تعالیه و قرآن کریم تجلی دیگر از ذات خدای تبارک و تعالی است. اما انسانهایی که این تجلی خدای تبارک و تعالی و تجلی رحمت خدای عز و جل رو درک کنن در این دنیا افرادی محدود و اونها هم در یک حدی، اما بعد از فرا رسیدن مرگ تعبیری که در قرآن کریم هست فبصرو کل یوم حدید، اونجاست که انسان تجلی رحمت خدای عز و جل را با تمام وجود درک و احساس می کند. لذا مراد از لقاء الله یعنی ملاقات رحمت خدای عز و جل و این که خدای عز و جل در چه حد نسبت به بندگان خود مهربان، بنده پرور و در چه حد بندگان خود را دوست دارد. اما این ملاقاتی که در میان ما و شما ملاقات جسمانی، شما می دانید که ساحت قدس خدای عز و جل منزه از جسم و مکان و زمان. حالا اینم به خاطر که یک وقتی تصوری غلطی در این مورد نرود، به خاطر این زیبایی لقاء الله حالا خیلی به ذهنم رسید که این یک جمله رو هم عرض کنم. گرچه ما الان در ربیع المولود هستیم، ماهی که ولادت با سعادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، ولی باز هم هنوز که هنوز بالاخره نام آقای امام حسین علیه السلام در طول سال در قلب ها هست و با نام آقای امام حسین قلب ها می تپه. این جریان رو عرض کنم که یک تبیینی برای این لقاء الله باشه. در روایات این گونه داریم
وقتی آقا با عبدالله الحسین علیه السلام عصر روز عاشورا صدای خودشون رو بلند کردن، هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست یاری کنندهی که مرا یاری کند؟ ارواح شهدا به پا خواستن، ارواح انبیای عظام به پا خواستن و پیش قدم همه پیامبران وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود و فرمودن حسینم خدا تو رو مخیر کرده بین نصر و پیروزی بر دشمن و لقاء خودش، کدام رو انتخاب میکنه؟ و آقا امام حسین لقای پروردگار رو انتخاب کرد. حالا آدم در زندگی آقای امام حسین علیه السلام وقتی این صفحه رو برای خودش تصویر کند که در چنین شرایط اختیار جانب خدای عزوجل، خدای عزوجل او رو مخیر قرار داده و بین پیروزی بر دشمن، پیروزی خودش خیلی چیز شیرینیه، حالا با وجود اون شرایط خاصم که کنار بگذاریم نفس پیروزی یک امر شیرینیه، اما لقای پروردگار و آقای امام حسین علیه السلام لقای پروردگار رو وقتی اختیار میکند آدم با تأمل در این متوجه میشود که لقای پروردگار چه مقامی است. لذا متقین امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اگر طائر قدسی روح اینها پایبند قفس تن نبود به امر خدای عز و جل، یک لحظه روح اینها در قالب تن باقی نمیماند به خاطر شوقی که به لقاء الله دارند و شوقی که برای دیدن ثمره اعمال صالح خودشون دارن. این یک طرف، یک طرف دیگه هم هست و خوف من العقاب. ببینید در بندگان خدا دو چیزه، یکی خوف یکی رجا، دو تا مطلبه. اگر من خدا رو بندگی کرده باشم چنان یک زندگی زیبا روشن و دوست داشتنی دارم که باید هر لحظه آرزو کنم رسیدنی به اون زندگی رو، اما خدا اینو خواسته، صد خدا اینو خواسته، اگر ساعات عمرم را، لحظات عمرم را، ایام عمرم را چنان سپری نکنم که رضای خدای عز و جل در آن باشد، کیفر بسیار سختی در انتظار هر انسانه. تمام عالم هستی داره فعالیت میکنه که من انسان بتوانم زندگی کنم، تمام عالم هستی به امر خدای عز و جل تلاش و فعالیت میکنه تا زندگی من بچرخد، اگر من خدا را اطاعت نکنم یعنی گناه من به تعداد تمام موجودات عالم محاسبه میشود. آثار تلاش تمام گردش ها، چرخش ها، حرکت ها رو من به هم ریختم، نابود کردم. بله. باید منتظر چه کیفری باشم و این کیفر کیفری است که خواب رو از چشم انسان می رو باید. لذا اگر این پایبندی عجل نبود، مؤمنین از یک طرف متقین به خاطر شوق لقا و ثواب و یک طرف خوف از عقاب، لحظه این روح در قالب تن نمی گنجید. در ادامه امیر مؤمنان علی علیه السلام پرده های دیگری از صفات انسان مؤمن و متقی برمی داره که در اینجا ما پی به عظمت انسان می بریم که انسان یعنی چی؟ و سعی میدان سیر یک انسان تا کجاست؟ عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینه. چشم بعضی ها را در این دنیا قدرت کور کرده، چشم بعضی ها را در این دنیا ثروت کور کرده، چشم بعضی ها را در این دنیا شهرت کور کرده، اما متقی چه کسیه؟ متقی کسی است که خانه قلب او تجلیگاه ذات خدای تبارک و تعالی است. متقی انسانی است که در خانه دید او و مردم چشم او عظمت خدای عزوجل جلوه کرده. عظم الخالق فی انفسهم، در جان خود عظمت خدای عزوجل رو دریافته. وقتی عظمت خدای عزوجل رو دریافته و صغر ما دونه فی اعینهم، اون چه غیر از خداست در نظر او کوچک
بی ارزش و بی مقداره. لذا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مردم رو دعوت به وحدانیت کردن، اشراف قریش که سلطه خود را، قدرت خود را، نفوذ خود را در خطر می دیدن، گفتن بیاین با این آقا معامله کنیم. آمدن نزد جناب ابو طالب علیه الرحمت و رضوان، عرضه داشتن که پسر عموی تو، پسر برادر تو چی می خواهد؟ ثروت می خواهد، به او ثروت می دهیم. بهترین دختر عرب رو به عقدش در میآید، میخواهد حکومت و پادشاهی کنند، حاکم ما باشه، ما که حرفی نداره، اما دست از این دعوت برداره. جناب ابو طالب علیه الرحمت و رضوان آمد این مطلب رو با آقا رسول الله در میان بگذاره، شاید هم برای این که در تاریخ ثبت شود، مردم بفهمند یک روزنه رو به شناخت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باز شد. آقا رسول الله فرمودن ای عمو، اگر اینها می توانستن خورشید رو در کف دست راستم قرار دهن و ماه رو در کف دست چپم قرار دهن، باز هم من دست از این دعوت خود بر نمی داشتم. چرا؟ این دعوت امر خداست، من دنبال رضای خدا هستم. قدرت چیه؟ شهرت چیه؟ سلطنت چیه؟ خورشید و ماه در نظر من حقیره، تا چه برسه به من سلطنت یک مملکت، پادشاهی در یک کشور. این مسئله هست. لذا انسان متقی عظمت خدا رو میبینه، چون عظمت خدا رو میبینه، نه به خاطر ریاست، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر شهوت، نه به خاطر قدرت، هرگز مرتکب معصیت خدای عزوجل نمی شود. در جای دیگر مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید والله لو اعطیت اقالیم السبعه بجماتها، اگر کسی می توانست هفت اقلیم رو به امیر مؤمنان علی پیشکش کند و از علی بخواهد یک ظلم، که این ظلم معصیت خداست، یک ظلم انجام بده، او چه ظلمی؟ پوست جوی را که مرچه دارد به لانه خود میبرد، این پوست جو را از دهان این مرچه بگیره. به خدا قسم علی چنین جرأتی ندارد که در مقابل هفت اقلیم یک چنین ظلم. کسانی که برای رسیدن به قدرت خون انسانها را میریزند، امنیت یک مملکت رو به خطر می اندازن، برای مردم استراب روحی و تشویش های چه تصوری دارن واقعا؟ اگر آدم عظمت خدا رو پی به عظمت خدا ببرد، هیچ وقت به خودش جرأت نمیدهد که کوچکترین نافرمانی نسبت به خدا داشته باشد. عظم الخالق فی انفسهم، عظمت خدا در جان اینها تجلی کرده. و صغر ما دونه فی اعینهم، غیر از خدا هر آنچه هست، ما مفهوم خیلی بازی داره، غیر از خدا هر چه هست صغره، کوچکه در نزد اینها، بی مقدار در نزد اینها. لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام در یک خطبه نهج البلاغه نسبت به وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که آقا رسول الله دنیا را تحقیر کردن، دنیایی که همه حقیر هن شدن، پادشاهان حقیر دنیای هن. چرا؟ به خاطر دنیا چه کارها نکردن؟ حکام حقیر دنیای هن، به خاطر مال دنیا، قدرت دنیا، ثروت دنیا. اما آقا رسول الله است که دنیا رو تحقیر کرده، چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام خودش دنیا رو تحقیر کرده در اون سخنی که داره، غرر غیری، برو غیر مرا بفریب، قد طلقت که ثلاث، سه مرتبه تو رو طلاق دادم، تو آمدی که به علی ابن ابی طالب شیفته شدی، میخوای علی ابن ابی طالب رو با... این چیه؟ عظمت خدا در نفس وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام، اون نفس نفیسی که همه نوشتن، اعتراف همه مسلمانان که امیر مؤمنان علی علیه السلام با اون وصف در از قلعه خیبر کن و در اونجا جناب فخر رازی میگوید چطور امکان داره یک انسان این قدرت؟ میگوید در اون زمان امیر مؤمنان علی فانی در ذات خدای عزوجل بود و این در را به قدرت خدا کن، نه به قدرت بشر. تجلی خدای عزوجل، عظمت خدای عزوجل در نفس انسان، یعنی خدا خیرتان بده. بسیار عالی، انشالله که این کلام و
فرمایشات استالی در ما اثر بکنه و انشاءالله که حرکت واقعی داشته باشیم به سمت رسیدن به قله تقوا. آقا تشکر میکنیم، فرصت داریم انشاءالله بعد از وقفه دیگر باز هم در خدمت استالی باشیم. بینندگان ارجمند داشتم خوشمند هستم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. پس از وقفه ای که خواهیم داشت انشاءالله ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، ساعتتون قبول باشه. تشکر میکنم از اینکه همچنان همراه هستین با برنامه خودسان عارفانه و صحبت بسیار بسیار ارزشمند و شیرینی که امروز داریم در رابطه با شرح و تفسیر فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در خطبه شریف حمام یا خطبه متقین، که حضرت در این خطبه شریف به درخواست شخصی به نام حمام مبادرت ورزیدند و بیان اوصاف و ویژگی های متقین که بسیار برای ما ارزنده هست این بحث، و درخواست میکنیم از آقای سجادی بزرگوار که ادامه فرمایشات چند نداشته باشن خدمتتون هستیم. در یک صحبت دیگری هم در همین رسانه که در محضر بینندگان عزیز بودیم عرض کردیم که باورهای ما سازنده رفتارهای ماست. در اینجا این متقین اعمالشان رفتارشان ریشه در یک باوری دارد، یک یقینی. ببینید امیر مؤمنان علی علیه السلام چی می فرماید: فهم والجنت کمن رآها. باور اینها نسبت به بهشت مثل کسیه که بهشت رو دیده باشه. کمن رآها فهم علا ارائکها متکئون. بر تکیگاه های بهشتی تکیه زده باشه، یعنی نعمت های بهشتی رو چشیده باشه. باور اینها نسبت به بهشت این گونه است. لذا برای این که خدای عزوجل این بهشت رو ارزانی اینها بدارن، خالصانه خدای عزوجل رو پرستش و بندگی میکنن. و از اون طرف باورشان نسبت به عذاب، نسبت به جهنم که کیفر نافرمانی از خدای عزوجل هست و کیفر ناسپاسی هست، و هم و نار کمن ادخلها. باور اینها نسبت به جهنم هم مثل کسیه که وارد جهنم شده باشد. فهم فیها یعذبون، مانند کسیه که طعم تلخ عذاب جهنم را چشیده باشد. چنین کسی کی جرأت میکند به نافرمانی خدا نزدیک شود؟ کسی که بداند طعم تلخ عذاب جهنم چگونه است. این باور واقعا اگر باور ما نسبت به بهشت این گونه و نسبت به جهنم اون گونه باشد، این باور نیروی محرکی می شود برای طاعت و فرمان برداری خدای عزوجل و انجام دادن اعمال صالح و دوری از ناسپاسی و کفران نعمتهای خدای عزوجل. اگر ما امروز نعمتهای خدای عزوجل را ناسپاسی و کفران می کنیم، قدر این عقلی را که خدا به ما داده نمی دانیم، قدر این زبان، قدر این چشم، قدر این گوش، قدر این قلب، حالا اون نعمت های ماده سر جای خودش، یعنی اینها رو در اون راهی که خدای عزوجل فرموده به کار نمیبریم، مشکل ضعفی در باور هست. بله. وگرنه اگر این باور به این حد برسد، ما از چشم اونگونه استفاده میکنیم که رضای خدای عزوجل فراهم آید، از گوش چنان استفاده میکنیم و همینطور از قلب و اعضا و جواره. بعد میفرماید از نشانه های اینها: قلوبهم محزونه. انسان های متقی در قلب خودشون یک حزنی دارن، نه در چهره، در قلب. کسی از قلب من خبر ندارد به جز خودم و خدای من، اما چهره ای من رو همه میبینه. انسان های غیر متقی غالبا حزن و غم اینها در چهره هست، اما انسان های متقی قلوبهم محزونه. حالا چرا قلوبهم محزونه؟ خوبه که اینجا برای بهتر روشن شدن این کلام استفاده کنیم از شعر شاعر نام‌آور مملکت خودمان، که بالاخره واقعا در افق معنویت ایشان هم درخششی داشته، جناب جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی.
میگوید خفته از انبوه اندوهان سوهان سولتم، سرخوش اندوه سبزی بیشه اندیشه هاست. ایشان در این سخن خودشان بیان میکنه که ما دو جور اندوه داریم. یکی اندوه به خاطر مسائل دنیوی، رقابت های دنیوی، کشمکش های دنیوی، این اندوه و یا این حزن به تعبیر کنیم از او خیلی خطرناکه، مانند سوهانی که آهن رو از بین میبرد. این حزن و این ناراحتی اعصاب انسان رو فرسایش میدهد، زندگی انسان رو به مخاطره میاندازد. یک نوع حزنه، اما یک حزن دیگری هم داره، خرم اندوه سبز. ایشان تعبیر میکنه به اندوه سبز، به حزن سبز، خرم اندوه سبز بیشه اندیشه هاست. وقتی انسان فکر میکنه، به اندیشه فرو میرود که من انسان که یک طائر قدسی هستم، با اون افق پرواز، با اون افق پرواز چرا به اون جایی که باید برسم نرسیدم؟ این یک حزنی را در وجود انسان ایجاد می کند که این حزن بال پرواز می شود و شتاب و سرعت انسان را برای رسیدنی به مقصد و مطلوب چندین برابر می کند. این حزن، جلال الدین محمد بلخی میگوید اندوه سبز. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید متقین قلوبهم محزونه، اما این گونه حزن، حزنی بیشه اندیشه ها که چرا من انسان به اون مقامی که باید برسم تا هنوز نرسیده ام. بعد صفات دیگری، شرورهم مأمونه، انسان های متقی کسانی هستند که هیچ کس بیم شر از اینا نداره، هیچ کس ترسی از این نداره که این آقا ضرری به او برسانه، آسیبی به او برساند. شرورهم مأمونه. و این خیلی یک مطلب دیگه، با این سخن مطلب رو به آخر برسانیم. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مسلمان کسیه که مردم از دست او و زبان او در آرامش باشه. انسان متقی این گونه است، کسی که مردم از دست او آرام نیست، از زبان او آرام نیست، آقا رسول الله می فرماید بی خود نام مسلمان رو بر خود نهاده است. خیلی لطف کردین حضای سجادی، استفاده کردیم، خداوند به شما خیر و عافیت بده انشالله. سلامت باشید. شما بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم، از لطف شما اینکه تا پایان همراهی فرمودید تشکر میکنم. انشالله که آنچه در این برنامه گفته شد سبب باشه که به سمت تقوا حرکت بکنیم و انشالله موجبات رضایت پروردگار متعال فراهم بسازیم. از همه شما با سمت تشکر میکنم و شما را به خداوند متعال مسپارم. تا دیدار آینده، خداوند حافظ و نگهدارتان.